تربیت چی هست که ما دوستش داریم؟ تربیت اینه که بچه ها مثل ما فکر کنن، شبیه ما فکر کنن، شبیه ما حرف بزنن، شبیه ما لباس بپوشن، شبیه ما تفریح کنن، سلیقه‌شون شبیه ما باشه. یا نه اصلا تربیت اینه که بچه ها زندگی نزیسته ما رو دنبال بکنن، اون چیزی رو که ما آرزو داشتیم بشیم و نشدیم، حالا بچه های ما بشن. اگر بخوایم از میان همه تعاریفی که با رویکردهای گوناگون از تربیت ارائه شده به یه تعریف جامع دست پیدا بکنیم، این تعریف خوبیه، روش تأملی داشته باشید. تربیت یعنی درک درست توانمندی ها و علاقه مندی ها، هدایت و حمایت اونها به سمت هدف مطلوب. حالا بریم سراغ این که چه کسانی میتونن توی این قصه نقش داشته باشن. پدر و مادر میتونن در این قضیه نقش داشته باشن. مربیان خوبمون، دبیران، معلمان، کارشناسان خوبمون نقش خیلی به سزا میتونن داشته باشن. خود پسر و دخترمون چی میتونه نقش به سزا داشته باشه؟ در چی؟ در درک توانمندی و علاقمندی. آقا پسر گل، دختر خانم گل، برو سراغ توانمندی ها و علاقمندی ها، به درستی بشناسش. پدر مادرها، معلمای نازنین، مربیان نازنین، کارشناسان محترم، متربی در اختیار ما قرار گرفت، به این فکر باشیم که به او توانمندی ها و علاقمندی هاش رو به درستی معرفی کنیم. بعد از اینکه توانمندی ها و علاقمندی های او رو به درستی شناسایی کردیم، کار ما تموم نمیشه. حالا نوبت میرسه که حامی خوبی باشید، هادی خوبی باشید. این که اون توانمندی و علاقمندی رو به سمت هدف مطلوب حمایت و هدایت کنیم. اگر ما این کار رو کردیم، پسری دختری توانمندی ها و علاقمندی های خودش رو خوب شناخت، پدری مادری، مربی و کارشناسی، معلمی دبیری این کارو کرد، ما اینجا میگیم تربیت به درستی اتفاق افتاده. اما سوال اینجاست، راستی مهمترین توانمندی ها و علاقمندی ها کدوم توانمندی ها و علاقمندی هستن؟ عجله نکنید، تو ویدئوهای بعدی راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. فعلا خدا نگهدارتون.